السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدمت همه خواهران و برادران عزیز. میخوام در مورد دو گروه از خواهرها صحبت کنم. این دو گروه از خواهرها، شما شاید بگوین که این دو گروه که هست. یک گروه از خواهرای ما هستند که الحمدلله حجاب دارن. این خواهرای با حجاب ما خواهرای هستند وقتی که خواهرای بی حجاب میبینن با چشم حقارت نگاه میکنن. پس به این خواهرای ما گفتنی دارم که خواهر عزیزم، تو اگر به خاطر الله سبحانه و تعالی حجاب میکنی، پس با چشم حقارت به طرف خواهرت نگاه نکن. این فکر نکن، فکر میکنن که خواهر دوزقی است، این خواهر چی است، بلکه تو در حق خواهرت دعا کن، بگو یا الله سبحانه و تعالی، این حجابی را که ما قدرش دانستیم، این حجابی را که ما پوشیدیم به خاطر تو، و تو یا الله سبحانه و تعالی ای خواهرای ما هم هدایت کن، آنها را همچنان با زیور حجاب آراسته بساز. وظیفه تو دعا کردن است در حق از ای خواهرایت، نه که به طرف آنها به چشم حقارت ببینی و آنها را کم فکر کنی یا در نظرت حقیر بیاین. چنین فکری را در ذهن جای نده، چرا زیاد خواهرای بودن که یک وقت حجاب میکردن، اما امروز میبینی از حجاب دور شدن. بناهن هم در حق خود دعا کنید و هم در حق از خواهرایتان که به این شکل میبینید، و همچنان خواهرای دومی که هستن، خواهرای هستن که خواهرای استایلیستن، خواهرای هستن که خود روشن فکر میکنن، خواهرای هستن که میگن دل ما پاک است، به حجاب ضرورت نداریم، و خواهرای هستن که فکر میکنن که اینا عصری شدن و پیشرفته هستن. و خواهرای حجابدار وقتی که اینا میبینن، باز اونا این مفکوره ها در دلشان میگرده که ما روشن فکر هستیم و ما استایلی هستیم. بنابراین به این خواهرای ما چی گفتنی دارم؟ به این خواهرای ما میگم خواهر عزیزم، خواهر دوست داشتنیم، اینکه خواهرایی که حجاب میکنن به این معنا نیست که اینا از هیچ چیزی بلد نیستن، بلکه این فرض الله سبحانه و تعالی است. و او خواهرت که این حجاب به تن میکنه، او به خاطر الله سبحانه و تعالی میکنه. او هم میدونه مثل خودت لباس بپوشه، اما نمیپوشه، شاید در خانه بپوشه پیش همسر خود، اما در بیرون نمایش نمیدهد خود را، جسم خود به نمایش نمیکشه. بنابراین خواهر عزیزم، این حجاب که خواهرت کرده خیلی ارزش داره. تو خودت هنوز به این حجاب، به این ارزش پی نبردی، از این سبب تو ای را ترک کردی، تا حال لایق آن نشدی. اگر تو بدانی که در این حجاب چی عزتی است، چی حکمتی است، بنابراین تو او حجاب نیست مراعت میکنی و میپوشی و خودت یک خانه ما محجبه میسازی. اگر بدانی که معنای حجاب چیست، همین حالا به حجاب پوشیدن شروع میکنی و بعد به ساختن موهای خود و بعد به ساختن پوشش بدن خود. بنابراین از هر دی گروه خواهرای فکر خواهش میکنم، گروه اولی که خواهرای ایجابی را به چشم حقارت میبینن، شما هیچ کس را به چشم حقارت نبینین. شما باید در حقشان دعا کنین تا آنها هم مثل شما شون و شما هم ثابت قدم باشین در حجابتان. و به این گروه دیگه هم خواهرای عزیزم، شما کوشش کنین که خود را لایق حجاب بدانین، لایق حیا بدانین، لایق پوشش بدانین و جسم خدا، موهای خدا برای بیگانگان، برای نامحرمان نشان ندهید. جزاک الله خیرا کثیرا.